از هواشی سفر بن سلمان به فرانسه تا تلاش برای صلح یمن در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از انتقاد مدافعان حقوق بشر از دیدار مکرون و بن سلمان اتهام علیه آژانس مرزبانی اروپا به دلیل بدرفتاری با پناهجویان درخواست آمریکا برای مذاکرات مستقیم در یمن و چند خبر دیگر را مرور میکنیم آخرین اخبار کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر روز شنبه 8 مرداد شمار مبتلایان و فوتی های کرونا در جهان به ترتیب به 581 میلیون و 230 هزار و 6 میلیون و 420 هزار نفر نزدیک شد تا کنون بیش از 551 میلیون نفر از این بیماری بهبود یافتند آمارها حاکی از آن است که روند شناسایی مبتلایان جدید در برزیل همچنان روندی نزولی را طی کند. در سوی دیگر جهان نیز شناسایی مبتلایان جدید در فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. اما با وجود اینکه تعداد مبتلایان روزانه انگلستان و ایتالیا کاهش یافته، هنوز نشانه ای از پایین آمدن آمار فوتی های جدید این دو کشور دیده نمی شود. در ادامه رکورد شکنی کرونا در ژاپن نیز این کشور شاهد ابتلای بیش از 230 هزار نفر تنها در روز جمعه بود. از سوی دیگر کره شمالی اعلام کرده است که تعداد مبتلای جدید این کشور تک رقمی شده است. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین ارتش اوکراین اعلام کرده که نبرد نظامیان این کشور در منطقه خرسون واقع در جنوب اوکراین باعث کشته شدن دهها سرباز روس شده و دو انبار مهمات روسیه نیز از بین رفته است. همچنین با افزایش حملات اوکراین به مواضع روسیه در خرسون مسکو برای نخستین بار طی چند هفته اخیر مناطق حومه کیف و دیگر شهرهای اوکراین را با موشک هدف گرفت این کشور همچنین از سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواسته تا به این کشور اجازه تحقیق درباره مرگ بیش از 50 سرباز اسیر اوکراینی در منطقه دونسک داده شود اوکراین و روسیه یکدیگر را به کشتن این سربازان اسیر متهم می کنند و رئیس جمهوری اوکراین این اتفاق را جنایت جنگی آمدانه از سوی روسیه خوانده است. از سوی دیگر برای نخستین بار پس از حمله روسیه یک کشتی حامل قلات اوکراین آماده یه ترک این کشور است. روسیه و اوکراین به تازگی درباره صادرات قلات اوکراینی به توافق رسیدند. همچنین برای نخستین بار پس از جنگ وزرای خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو در این گفتگوی تلفنی وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که عملیات کشورش در اوکراین به تمام اهداف خود خواهد رسید انتقاد مدافعان حقوق بشر از دیدار مکرون و بن سلمان به دنبال میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پاریس گروه های حقوق بشری از رئیس جمهوری فرانسه به شدت انتقاد کردند این نخستین سفر بن سلمان به اروپا پس از کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در سال 2018 است مکرون و بن سلمان شامگاه پنجشنبه در کاخ الیزه دیدار کردند خدیجه چنگیز نامزد خاشقچی در واکنش به این دیدار گفت که از استقبال همراه با احترام مکرون از جلاد همسرش شوکه شده است. نخست وزیر فرانسه هم اعلام کرده که رئیس جمهوری این کشور در دیدار با بن سلمان نگرانی های حقوق بشری را مطرح کرده اما در بحبه نگرانی های غرب از کمبود انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین مکرون به دنبال افزایش تولید نفت عربستان است اتهام علیه آژانس مرزبانی اروپا به دلیل بدرفتاری با پناهجویان روزنامه اشپیگل آلمان در گزارشی آژانس مرزبانی و گشت دریایی اروپا را به سرپوش گذاشتن بر بدرفتاری یونان با پناهجویان متهم کرده است طبق این گزارش رئیس سابق آژانس مرزبانی اروپا از استرداد غیرقانونی پناهجویان در یونان با خبر بوده و از بودجه این سازمان برای انجام این اقدامات غیرقانونی استفاده می کرده است به دنبال افشای این خبرها نمایندگان پارلمان اروپا از تصویب بودجه آژانس مرزبانی اروپا تا زمان دریافت گزارش آژانس مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا در این خصوص خودداری کردند درخواست آمریکا برای مذاکرات مستقیم در یمن. آمریکا خواستار آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان دولت مصطفی یمن و انصارالله شده تا جنگ 8 ساله این کشور به پایان برسد. سفیر آمریکا در یمن در دیدار با یکی از اعضای ارشد دولت مصطفی یمن تمایل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پایان یافتن جنگ در این کشور و کمک اقتصادی آمریکا به آن را ابراز کرد. با تلاش سازمان ملل متحد طرفین درگیر جنگ در یمن در آتش بس به سر میبرند اما مهلت این آتش یا یازدهم مرداد به پایان می رسد. ادامه تورم در منطقه یورو هزینه بالای محموله های انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل حمله روسیه به اوکراین و همینطور ادامه همهگیری کرونا تورم در حوزه یورو را به بالاترین میزان خود رسانده است تازه ترین اطلاعات اداره آمار یورو استات نشان می دهد. تورم در منطقه یورو طی ماه جاری میلادی به رکورد 89 دهم درصد افزایش یافته است آماری که نسبت به ماه گذشته 3 دهم ده درصد بیشتر شده همچنین تولید اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم سال 2022 رکود داشته است. با این حال برخی کشورهای حوزه یورو مانند اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به لطف صنعت گردشگری خود شاهد بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای این حوزه بودند.